او 22 سال سن دارد و باشنده فعلی ارزان قیمت شهر کابل می باشد. 13 سال از عمرش را قربانی خواستهای منفی پدرش کرده است. او خاطره نام دارد. خاطره اکنون در چهار دیواری خانه زندگی می کند، در کنار مادر و کودکش زینب. خاطره میگه پدرش را در دوران کودکیش در برابر چشمان خود و خانوادش مورد آزار و اذیت جسمی قرار میداد. اینو میخواست و خطای میگناه را خیر انجام نده، مگرم قبول نمیکرد، میگفت خداوند ترا بر ما آفریده. خاطره میفزاید 14 ساله بود که حامله شد و هر بار نزدیکانش را به شفاخانه برده به طفلی را که در بدن داشت سقط میکردند. او میگوید اکنون یک دختر 4 ساله و یک کودک 3 ماهه در بطن دارد. ما خودم فعلا دیگه حمل دارم. او هم خودم سردرگم هستم از دست تشویش. این کودک 4 ساله زینب نام دارد. بی خیال از همه چیز و همه دغدغه‌های زندگی روی زانوان مادرش نشسته است. اکنون این کودک معصوم نمیداند که مادرش به نوی خواهرش میشود و پدرش هم پدر کلانش. خاطره با عقده تلخی که رای گلویش را بسته است میگوید حالا نمیداند که زینب را به چه نام صدا بزند، خواهر و یا دخترش. من فامیل خواهر بگویم یا دخترم بگویم، ما خودم می نصیب ازی بود که به دنیا آمد. خاطره مادر و دو برادر دیگر نیز دارد. برادران خاطره از دست غم روزگار و این عمل فجیانه پدرشان از خانه فراریند. خاطره می افسد از پدرش باید پرسیده شود چرا این عمل زشت را با وی انجام داده است. کلمه خودم می شرمون که من قسم یک انسان پدرم و باید ای ظلمش ازش پرسیده شود که چرا قسم یک ظلم کرده سرم. این بانو مادر خاطره است. او نیز از انجام عمل زشت شوهرش در برابر دخترش آگاه بود، اما او از اینکه جانش در خطر بود سکوت را ترجیح می داد. اما چه سکوت سنگین و مرگباری. به خدا 3 بجه شو در مسجد مرارایی کده که براو بیار باو بانه مرا کشید کتی دختر کار خراب میکرد. باشندگان این منطقه میگویند آنان از این حادثه با خبر بودند. میخواستن پدر خاطره را گرفتار و با پلیس تسلیم بدهند، اما او بیشتر از خانه فراری بود. دست مسلمانان چی دست جزا و نمیری نو منگو ده کفر ترمن سفر شو باید ادام شی دا چه باید زر لری شی بیا مولا که صبر بتاو که میگه حکومت شتا حکومت بیونسی. عالمان دینی انجام فعل زنا را از دیدگاه اسلام گناه بزرگ دانسته و حرام میدانند. در هیچ دین و در هیچ مذاهب و ادیان آسمانی و غیر آسمانی و کسی تجاوز به محارم مشن نمیکنه، اینا گناه و جرم میدانه. مخصوصا در اسلام این گناه دو برابر است. حلیم پدر خاطره فردی که حیثیت دخترش را برباد داده از سوی پلیس در خانهش بازداشت شده و اکنون در زندان به سر میبرد. با اساس ادعا و دلایلی که وجود داشت موضوع به بعدی محول شد تا از لحاظ طبی موضوع تثبیت شود. قضیه را بعد از تکمیل صفحه کشف و از ختم صلاحیت پلیس به سلام سپردیم. اکنون پرونده پدر خاطره در دادستانی کل می باشد. سخنگوی دادستانی از دادگاه عالی می خواهد به این مجرم اشد مجازات تعیین نماید. خاص سانوالی افغانستان از محکمه محترم همی است که اینا به ایره به اشد مجازات محکوم بسازه. کمیسیون مستقل حقوق بشر انجام این عمل را وحشیانه و زشت دانسته و خواستار محاکمه پدر خاطره شدند. قوانینی هستند که عدالت در ارتباط متضرر این واقعه به نحو بهترش، به نحو احسنش تطبیق شود. نمایندگان مجلس هم از انجام این عمل شوکه شدند. آنان نیز میگویند باید به پدر این دختر جزای سنگین داده شود. این پدر مستحق زندگی در این دنیا نیست، چون از اصول ابتدایی انسانیت هم بوی نبرده. پیش از این نیز در منطقه قلعه حاجی ولسوالی قره‌باغ کابل از رویداد تکان دهنده دیگری که در یک خیمه اتفاق افتاده بود پرده برداشته شد.